سرخط خبرها. ببینید ما قطعا وارد موج چهارم شدیم. یکی از خبرگزاری‌های همزمان با خیز دوباره کرونا در ایران، روحانی میگوید برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای زرد و آبی آزاد است. تاکید دوباره نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر بازگشت به توافق هسته‌ای، رابرت مالی از آمادگی واشنگتن برای برداشتن تحریم‌های مغایر برجام خبر داد. اخبار زد و نقیز درباره فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا سعید محمد، میگوید استعفا کرده. معاون سیاسی سپاه میگوید برکنار شده. و کشته شدن یک مامور پلیس در حمله به ساختمان کنگره آمریکا. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در ایران ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت از شروع موج چهارم کرونا در این کشور خبر داده. آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران هم بر اساس منابع رسمی از دیروز بار دیگر سه رقمی شده و به بیش از 100 نفر رسیده. همزمان و در فاصله 10 روز مانده به ماه رمضان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته برگزاری مراسم مذهبی این ماه در شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت زرد یا آبی هستند با رعایت مقررات منعی ندارد. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. قطعا وارد موج چهارم شدم. در چند هفته آینده سعودی خواهد بود، هم سرپایی، هم بستری و هم مرگمون. تعطیلات تمام شد ولی کرونا هنوز نه. وضعیت همگیری بدتر هم شده. مسافران گروه گروه از سفرهای نوروزی باز می‌گردند و این ممکن است به معنای آغاز موج دیگر همه‌گیری کرونا در ایران باشد. سلام دارم. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته رفت آمدهای جاده‌ای نسبت به سال گذشته 100% بیشتر شده. سفرهایی که تا چند هفته آینده روی آمار ابتلا و قربانیان تأثیر خواهد گذاشت. الان وضعیتی که ما در سطح کشور باش روبرو هستیم، یک خیز بسیار بلند داره شروع میشه. در بعضی از استانها وارد پیک شدن، در بعضی از استانها شروع شده این وضعیت، و اگر چنانچه رعایت پروتکل ها به خوبی صورت نگیره، قطعا ما شاهد خیز بسیار بلندی خواهیم بود، همونجور که قبلا در استان خوزستان شاهدش بودیم. کرونا هم مانع از سفر مسافران ایرانی به اینجا نشد. استانبول. مقام‌های بهداشتی ایران می‌گویند این سفرها یکی از دلایل افزایش آمار مبتلایان به کرونا بوده. در ترکیه با وجود شروع واکسیناسیون سراسری، آمار مبتلایان به کرونا بیشتر و بیشتر شده. وزیر بهداشت ایران حالا در نامه‌ای به وزیر کشور از او خواسته که رفت آمدهای هوایی و زمینی به ترکیه به مدت یک هفته متوقف شود. رنگ‌های شهرهای بیشتری به قرمز تغییر کردند. این یعنی آمار ابتلا به کرونا در این شهرها به شدت بالا رفته. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 47 شهرستان قرمز، 126 شهرستان نارنجی، 247 شهرستان زرد و 28 شهرستان آبی هستند. 10 روز تا شروع ماه رمضان در ایران باقی مانده. برگزاری مراسم افطاری و شب احیا در مسجدها و مکانهای دیگر میتواند دوباره آمار ابتلا به کرونا را افزایش دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما گفته مراسم ماه رمضان در شهرهای آبی و زرد میتواند برگزار شود. بس بحث ایام ماه مبارک رمضان بود که خب برای مردم ما بسیار مهم، عبادت مردم، مناسک مردم. اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست مراسم مذهبی آزاد با اجرای دقیق همه پروتکل های بهداشتی، و اونجایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست. البته برای شبهای قدر ما هنوز فرصت داریم، ممکنه یک تصمیم خاصی برای شبهای قدر بگیریم، اما فعلا مراکز عبادی به این صورت خواهد بود. موج چهارم کرونا در ایران شروع شد و مشخص نیست تا زمان واکسیناسیون سراسری چند موج دیگر خواهد آمد.
به گفته رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، واکسیناسیون همگانی کرونا با واکسن تولید داخل از مهر ماه شروع خواهد شد. واکسن هایی که هنوز مشخص نیست به چه میزان در بدن فرد ایمنی ایجاد خواهند کرد. کاوه مشکات، بی بی سی. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستن. آقای دکتر، از همون ابتدا هم در ایران نمیشد به آمار اعتماد کامل داشت. این موج هایی که ایران اعلام میکنه، موج سوم و موج چهارم، اینها چقدر دقیق هستند؟ خب البته این افزایش آمار و موجهای جدید برای کارشناسانی که از ماه قبل هشدارهای جدی میدادن که این اتفاق داره میفته خیلی غیر قابل پیشبینی و عجیب نیست. اما عجیب رفتار مسئولین هست که ما رو به اینجا میرسونه. عجیب رفتار مسئولین هست که تبدیل شدن به یک گزارشگر مثل گزارشگر هواشناسی که دارن هوا رو گزارش میکنن. هیچ راهکاری برای این ارائه نمیدن. هیچ اقدام عملی انجام نمیشه. در هیچ جای دنیا ما همچین چیزی نداریم. هنوز ما از موجهای قبلی فارغ نشدیم. هنوز آمار به صفر نرسیده بود و تحت کنترل نبود که داره این موج شروع میشه و در بحرانش هستیم. موج چهارم، موج سوم رو هنوز خیلی از کشورها تجربه نکردن. اینه که اگر وضع به همین منوال باشه که به نظر میرسه همین طور باشه و بر اساس این بیخبری مسئولین و انگار که اصلا در ایران زندگی نمیکنن و رفتارهاشون، صحبتهاشون برخلاف واقعیاتی هست که در جامعه هست، به نظر میرسه این موجها همچنان ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه در کنار اون صحبتی از واکسیناسیون سراسری و همگانی با مقیاس بالا نیست. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که رفت و آمد جاده‌ای نسبت به سال گذشته 100% بیشتر شده. این چقدر نشان از بی تدبیری دولت داره و آیا نمیتونن جلوی این سفرها رو بگیرن؟ خب این هشدارها در مورد سفرها از قبل هم داده شده بود. مشخص بود زمانی که دارن همه جا رو باز میکنن، مراکز تفریحی، گردشگری، مسافرت با هواپیما، اتوبوس، قطار، بلیط‌های قطار، حتی 20 روز قبل از شروع سال جدید پیش فروشش تموم شده بود و تمام ظرفیت‌ها تموم شده بود. هیچ ممانعتی برای ورود و خروج ماشین‌ها وجود نداشت و الان که دارن برمیگردن تازه میخوان اینها رو جریمه بکنن. این نشون میده که واقعا دنبال راهکار نیستن. راهکار وجود داشت، چرا که اگر مسئله دیگه ای می بود و قرار بر جلوگیری می بود اینها میتونستن انجام بدن، ولی به نظر میرسه در حال حاضر هیچ اراده ای و تصمیمی برای حفاظت از سلامت مردم وجود نداره. آمارهایی که الان از بیمارستان ها میرسه، همونطور که در سوال اول اشاره فرمودید، واقعا بیشتر از اون چه هست که الان ما داریم میبینیم، در حالی که همین الان هم آمار کشته های بیشتر از 120 و آمار 12,000 بیش از 12,000 بیمار جدید در هر روز آماری هست که فقط ما در پاییز گذشته داشتیم. و واکسیناسیون همگانی هم گفته شده که از مهر ماه تازه آغاز خواهد شد. این وضع رو فکر کنید به کجا میرسونه تا اون موقع؟ خب واقعا 6 ماه صبر کردن و 6 ماه هر ماه نزدیک به بین 3,000 تا 4,000 فوتی در اثر کرونا، این باید وزیر بهداشتی جوابگو باشه که فقط میاد ناله میکنه و گزارش میده که وضع اینجوری هست. این وضعیت واقعا غیر قابل تحمل هست. برای هیچ کشوری نمیتونه این رو تحمل بکنه که 6 ماه ما صبر بکنیم، این همه هزینه جانی، مالی و انسانی بدیم و بعد هم مشخص نیست سرانجامش چه خواهد شد. به همین دلیل هست که واقعا مسئولین باید به خودشون بیان و حفاظت بکنن از جونهایی که داره از دست میره. بیماری کرونا از اون طرف داره به صورت مندگار در بدن افرادی که مبتلا میشن میمونه و تا ماها عوارضی داره که حتی میتونه مرگهای ماهای بعد رو به دنبال داشته باشه، عوارض طولانی مدتی که میتونه جامعه رو مستحصل بکنه در آینده. از این جهت واقعا باید به فکر باشن، به اقدام عملی انجام بدن و فقط با مصاحبه و گزارش دردی دوا نخواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی از واشنگتن، متشکرم از شما.
رئیس جمهوری ایران میگوید شکستن تحریم‌های آمریکا یکی از اولویت‌های دولت در 4 ماهی است که از عمر آن باقی مانده. این سخنان حسن روحانی یک روز بعد از نشست کمیسیون مشترک برجام است که در آن توافق شد ایران و آمریکا با کوشش اتحادیه اروپا در نوعی مذاکرات غیرمستقیم چگونگی بازگشتشان به تعهداتشان در برجام را بررسی کنند. هدف رسیدن به توافق نهایی قبل از روی کار آمدن دولت بعدی در ایران است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. از روز سه‌شنبه شروع دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا در وین، شاید اینجا در هتل کوبرگ. این بار اما مذاکراتی غیر مستقیم با کمک اتحادیه اروپا به عنوان واسط. هدف رسیدن به توافقی برای برگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان در توافق هسته‌ای قبل از روی کار آمدن دولتی جدید در ایران. ما 4 تا هدف داریم تو این 4 ماه، اونا را همه با همه قدرت دنبال میکنیم. مقابله با این ویروس است، مسئله تحریم اقتصادی است که باید این تحریم رو بشکنیم. تصمیم به شروع مذاکرات دیروز اینجا گرفته شد در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام. با وجود این ایران مصر است که هیچ مذاکراتی مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا وجود نخواهد داشت. ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر طور که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن، ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی ها نداریم. در واشنگتن این سخنگوی کاخ سفید که میگوید آمریکا همچنان در را به روی مذاکرات مستقیم باز نگه می‌دارد. ما در حال حاضر پیش بینی نمی کنیم که مذاکراتی مستقیم صورت بگیرد، اگرچه آماده چنین مذاکراتی هستیم. توافق دیروز به گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بنبست مذاکرات را شکسته است. ما باید از دشمن او گفته است که در صورت توافق برگشتن ایران به تعهداتش ممکن است 2 یا 3 ماه طول بکشد. مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید حدود 1500 تحریم که در دوران دولت قبلی علیه ایران اعمال شد کار را پیچیده خواهد کرد. What President Biden said is we're prepared to come back into compliance if Iran is prepared to come back into. همانطور که آقای بایدن رئیس جمهوری گفته ما حاضریم به تعهداتمان عمل کنیم اگر ایران به تعهداتش عمل کند. بله، ما باید این کار دشوار را انجام بدهیم و یکی یکی آنها را بررسی کنیم تا ببینیم کدام تحریم ها با توافق هسته ای همخوانی ندارد و آنها را برداریم تا ایران بتواند از مزایای توافق هسته ای برخوردار شود. مذاکرات درباره برداشته شدن تحریم‌ها و برگشتن ایران به سطح غنی‌سازی در توافق هسته‌ای نیاز به زمان دارد. معلوم نیست که دو طرف بتوانند همه موضوع‌ها را تا قبل از 14 مرداد روز تحلیف ریاست جمهوری جدید در ایران حل و فصل کنند. کسری نجی، BBC. در ایران معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیتش برکنار شده. یدالله جوانی به خبرگزاری فارس گفته سپاه مخالف ورود پاسداران به عرصه انتخابات بدون طی مراحل و فرایندهای قانونی است. این در حالی است که اسفند پارسال سعید محمد گفته بود با توجه به احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری و برای صیانت از سپاه از فرماندهی قرارگاه خاتم استعفا کرده. همکارم فرنوش امیرشاهی این خبر رو دنبال کرده، اینجا در استودیو با ماست. بیشتر بهمون بگو که چه اتفاقی افتاده که الان سپاه در مورد این برکناری صحبت میکنه بعد از این همه مدت. ناجی، از همون اسفند ماه که این خبر جابجایی فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا مطرح شد، گمانه هایی بود از اینکه او برکنار شده یا استعفا کرده. حتی روایت شد که او در از طریق خبرها وقتی در ماشین بوده مطلع شده که برکنار شده. با این حال خود او اصرار داره که استعفا کرده به دلیل اینکه میخواد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه و نمیخواد این شایبه ایجاد بشه که داره که از امکانات قرارگاه و امکانات سپاه برای کاندیداتورش استفاده میکنه. از سوی دیگه مطرح شده که اگر او تخلفی کرده، یعنی اینکه به هر حال دارای یک تخلفاتی هستش و نمیتونه سمت مشاوره فرماندهی سپاه رو بگیره و اینها با هم در تناقضه. از همون زمان یک تناقضات و دوگانگی هایی در این روایت ها وجود داشته که میتونه به این معنی باشه که به نظر میاد اونچه که داره اتفاق میفته رقابت های درونی سپاه بخش های
مختلف سپاه پاسداران برای انتخابات ریاست جمهوری. ما الان داریم می‌بینیم که کاندیداهایی که مستقیم و غیر مستقیم اعلام آمادگی کردن برای انتخابات پیش رو، انتخابات 28 خرداد، عموما سابقه نظامی دارن، از فرماندهان سابق سپاه بودن یا به هر حال روابط نزدیک با سپاه دارن. و اون چه که معاون سیاسی سپاه امروز اعلام کرده، دست کم تا اینجای کار میتونه به این معنی باشه که سعید محمد گزینه اصلی و نهایی این بخش از سپاه نیست. و حالا بعد ببینیم که در مدت کوتاه پیش رو کدوم یکی از این کاندیداها گزینه نهایی اونها خواهد. و اگر اینطور باشه، این پس تناقض خود حرف سپاه هست که گفته نمیخواد در انتخابات دخالت داشته باشه. سپاه سال هاست که این موضوع رو اصرار داره برش که در انتخابات دخالت به اون معنایی که بیاد مثلا بخواد در نتایج انتخابات یا در روند انتخابات دخالت بکنه، یک چنین کاری رو نمیکنه. اما از اون طرف خب به هر حال شواهدی وجود داره از اینکه هر در واقع نقیض اون چیزی هست که سپاه ادعا میکنه. مثلا ما در انتخابات سال 84 نامه هایی از مهدی کروبی دیدیم که به صراحت اعلام کرده بود که اسنادی داره از اینکه سپاه و بسیج در انتخابات دخالت کردن. همین روند در انتخابات سال 88 تکرار شد. یک ویدئوی اون زمان منتشر شد از جلسه خصوصی فرماندهان سپاه که در اون رئیس فرمانده وقت سپاه محمد علی جعفری به صراحت میگفت نگران اون چیزی است که داره اتفاق میفته و باید تغییراتی ایجاد بشه. یا علی سعیدی نماینده وقت ولی فقیه در سپاه هم به صراحت میگفت که باید روند انتخابات رو کنترل بکنیم و باید اون چیزی که او بعدن هم تاکید کرد بهش این بود که سپاه به هر حال در مهندسی معقول انتخابات نقش داره و این کار رو میکنه. همه اینها نشانگر این هست که به هر حال به ویژه این انتخابات پیش رو به دلیل اینکه ممکنه بحث در واقع تعیین جانشین رهبر جمهوری اسلامی باشه، برای سپاه از اهمیت مضاعف برخوردار شده و میخواد کنترل این رکن حکومت رو هم به دست خیلی بگیره. خیلی کوتاه اگر بگی که اگر به نظر میاد سپاه با سعید محمد نامزدی او موافق نیست، آیا گزینه دیگه رو به نظر میاد که در نظر داشته باشن؟ ببینید، انتخاباتیه که با اینکه تنها کمتر از دو ماه و نیم مونده، هنوز تکلیف هیچ کدوم از کاندیداها به طور مشخص و واضح معلوم نیست هنوز. اما ما کاندیداهایی داریم که همه اینها به هر حال سابقه فرماندهی سپاه دارن، از محمد باقر قالیباف، از علی لاریجانی، عزت الله زرقامی، آقای دهخان، همه اینها به هر حال از فرماندهان و مشاوران سپاه بودن یا هستن یا روابط خیلی نزدیکی دارن. هنوز مشخص نیست که گزینه اصلی و نهایی و مورد تایید این در واقع نهاد پرقدرت نظامی در ایران کدام یک از اینها خواهند بود. در این حال که هنوز معلوم نیست که در این مدت باقی مانده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و روند انتخابات اصلا به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت. فرنوش امیرشاهی، متشکرم از تو. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ما قطعا وارد موج چهارم شدیم. یکی از خبرگزاری‌های مهم در پی سرقمی شدن آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران، معاون وزیر بهداشت از شروع موج چهارم کرونا در این کشور خبر داد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید واشنگتن آماده است تحریم‌های مغایر برجام را لغو کند. یک منبع از دولت افغانستان به بی بی سی گفته نشست استانبول در مورد روند صلح افغانستان کمتر از دو هفته دیگر از روز 16 آوریل آغاز خواهد شد. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفته نشست استانبول 10 روز خواهد بود. طالبان و دولت افغانستان اما گفتند تاریخ برگزاری این نشست هنوز مشخص نشده. همزمان حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، امروز دوباره تاکید کرده که دولت آماده برگزاری انتخابات زودهنگام در 3 تا 6 ماه آینده است. همکارم روین رهنوش از کابل با ما. سالا، که تاریخ برگزاری نشست استانبول مشخص شده، آمادگی های دولت برای اشتراک در این نشست به چه مرحله‌ای رسیده؟ روین،
ناجی، منابع از مشخص شدن از تعیین شدن تاریخ برگزاری نشست گفتن، ولی ظاهراً چون این تاریخ هنوز تعیین نشده بلکه شاید در نظر گرفته شده، چون برای اینکه تاریخ تعیین شود باید که توافق همه جوانب دخیل از جمله دولت افغانستان و گروه طالبان لازم هست. اما امروز هم حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در نشست خبریش گفت که هنوز در رابطه با تاریخ نشست استانبول، اینکه چه کسانی اشتراک بکنند و همینطور اجندای این نشست، هیچ توافق صورت نگرفته و یادآور شد که باید ببینیم که در هفته های آینده چی چیز در این باره برای گفتن داریم. و در رابطه با آمادگی دولت و طرح دولت برای نشست استانبول هم آقای محب گفت که هنوز بحث ها در این رابطه هم در جریان هست و قرار هست که فردا نشست در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برگزار شود که دیدگاه های افراد در این نشست جمع‌آوری می شود و بعد در نشست بزرگتری رح میشد دوباره. و همینطور امروز گزارش های منتشر شد مبنی بر این که زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم وارد کابل شده، که آقای محب گفت که هیئت های ترکیه و آمریکایی هنوز در دوحه هستند و بعد از پایان بحث در اونجا برای مشوره بیشتر به کابل میاند. و هیئت دولت در دوحه هم گفت که با سازمان ملل متحد و کشورهای همکار در جریان بحث در رابطه با اجندای نشست و همینطور مطابق بحث ها هست. طالبان آیا در مورد این تاریخ اظهار نظری کردند؟ طالبان تا همین یک دو روز پیش میگفت که هنوز تصمیمی در رابطه با نشست استانبول نگرفته و در جریان رایزنی هست. و امروز همین گروه به بی بی سی گفت که هیچ توافقی هنوز در رابطه با نشست استانبول نشده. از طرف امروز شماری از احزاب پرنفوذ هم در کابل نشست خبری داشتند و تاکید کردند روی موارد از جمله این که نباید روند صلح افغانستان به خاطر منافع شخصی به چالش مواجه شود. و در جانب دیگر خشونت ها همچنان در افغانستان در جریان هست. امروز سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت که گروه طالبان تصمیم داره که در شهرهای بزرگ خشونت‌ها را افزایش بده. در طرف مقابل هم گروه طالبان در اعلامیه گفته که در جریان دو هفته اخیر نیروهای امنیتی به همکاری نیروهای خارجی 52 حمله را در 19 ولایت افغانستان راه اندازی کردند که 94 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان گفته که کشته شدند، ولی دولت هنوز در این باره مشخص اظهار نظری نکرده. متشکرم از تو روین رهنوش در کابل. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار انتشار محتوای موافقتنامه همکاری 25 ساله ایران و چین شد. مولوی عبدالحمید گفته مردم و رسانه‌ها در مورد این توافق دغدغه و نگرانی دارند و از سکوت حکومت ایران در قبال آنچه ظلم چین علیه اقلیت مسلمان اویغور خوانده هم انتقاد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان یک واجب شرعی به چین اعتراض کند. دیشب پخش سریال گاندو در تلویزیون ایران ناگهان متوقف شد. باقی مانده قسمتی از این مجموعه که نیمه تمام قطع شده بود نهایتاً با تأخیر روی آنتن رفت و گفته شده قسمت‌های دیگر این سریال بعد از انتخابات ریاست جمهوری پخش خواهند شد. پیش از این هم خبرگزاری فارس از فشارهای گسترده به صدا و سیما برای توقف پخش گاندو خبر داده بود. فصل دوم سریال گاندو که محتوای امنیتی سیاسی دارد، انتقاد مقام‌های دولت ایران را در پی داشته، از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه که آن را دروغ خوانده. در شهرستان جاسک در جنوب ایران لاشه گربه ماهی ها حدود 5 کیلومتر از ساحل شمالی این منطقه را پوشاندند. مقام های محلی گفتند علت مرگ دست جمعی این ماهی ها در دست بررسی، اما ارتباط آن با آلودگی دریا را رد کردند. مرگ دست جمعی گربه ماهی ها دیروز در روز طبیعت اتفاق افتاد. ده ها نفر از مالکان شرکت سوخت و رانندگان تانکرهای نفتی در هرات دست به اعتراض زدند. آنها خواهان جبران خسارت کالاهایی شدند که در آتش سوزی در مرز افغانستان و ایران از بین رفتند. پیشتر از یک ماه پیش صدها کامیون پر از کالا به ارزش میلیون ها دلار در گمرک اسلام قلعه در آتش سوختند. گفته شده معترضان جاده اصلی افغانستان به ایران را بستند. آنها میگویند دولت به تعهد خود در پرداخت خسارت عمل نکرده.
تیم دختران مهاجر افغان مقیم ایران آریانا قهرمان 15مین دور رقابت‌های والیبال بانوان افغانستان شد. در این مسابقات تیم منتخب هرات نایب قهرمان و تیم هلال احمر افغانستان سوم شده. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم در کابل برگزار شد. سایت عربی کوره میگوید عربی زبان کوره میگوید کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست ایران برای تغییر میزبانی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را رد کرده. چند روز پیش مشخص شد که ریاض میزبان دیدار تیم‌های العین امارات و فولاد خوزستان است. فدراسیون فوتبال ایران رسما به این تصمیم اعتراض کرده و گفته عربستان با توجه به حملات موشکی حوثی‌های یمن مکان امنی برای میزبانی این مسابقه نیست. در واشنگتن پایتخت آمریکا مردی با خودرو به ماموران پلیس که یکی از درهای ورودی ساختمان کنگره محافظت می‌کردند حمله کرد و دو مامور پلیس را زیر گرفت. یکی از این دو مامور در بیمارستان بر اثر جراحاتش درگذشت. مهاجم هم پس از خروج از خودرو به ضرب گلوله پلیس کشته شد. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، شب گذشته این اتفاق افتاد، بیشتر بهمون در مورد جزئیات بگو. منطقه اطراف کنگره آمریکا از اون حمله طرفداران آقای ترامپ در روز 6 ژانویه در یک حالت امنیتی قرار داشت. یک حصاری رو کشیدن، تعداد زیادی پلیس و پلیس کنگره و همچنین گارد ملی هستند در منطقه برای اینکه جلوی تکرار اون حادثه و حوادث شدید اون رو بگیرن. به همین جهت در حالت این در شرایطی که این همه مقام مأمور امنیتی در اونجا هستن و این حصار هم هست، این حمله به تبع توجه زیادی رو جلب کرد در رسانه‌های آمریکا. گویند که در همون ساعت اول گفتن که یک حمله به اصطلاح تروریستی نبوده، مقامات پلیس گفتن، و بعدم مشخص شد که مرد 25 ساله‌ای که از ماشین خارج شده بعد از اینکه ماشینش رو به سمت حصار میبره و دو پلیس رو زیر میگیره، با چاقو سعی کرده به دیگر ماموران پلیس حمله کنه که بهش تیراندازی میکنن. گفتن که او دچار اختلال روانی بوده، مرد سیاه‌پوستی بوده که در شبکه‌های اجتماعی نوشته بوده است که دشمن شماره یک سیاه‌پوستان دولت آمریکاست، دولت فدرال آمریکاست. ولی به هر حال نگفتن که این یک حمله، تاکیدشون بوده است که به نظر میاد نگفتن یک حمله برنامه‌ریزی شده بر اساس یک ایدئولوژی خاصی بوده و بیشتر تاکیدشون بر اختلال روانی بوده. و هر حال چنین حمله‌ای در چنین شرایطی بعد از اون وقایع 6 ژانویه حساسیت زیادتری رو برانگیخته. رئیس مجلس نمایندگان خانم پلوسی و آقای بایدن بلافاصله واکنش نشون دادن و پرچم‌ها رو نیمه افراشته کردن و این بحث رو خیلی جدی کرده که امنیت نمایندگان مجلس، سناتورها، کارمندان کنگره همچنان بسیار شکننده است و با وجود این تدابیری که اندیشیده شده، یک کسی میتواند با اتومبیل بیاید، از حصار بگذره، یک دو نفر رو زیر باز رو یک مأمور رو به قتل برسونه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. و اجازه بدید که بریم به مرکز لندن در هایت پارک. امروز تظاهراتی برگزار شده. در این تظاهرات در 24 شهر دیگر بریتانیا هم امروز به صورت همزمان برگزار شده. اجتماعات مختلف در شهرهای بریتانیا در بر علیه طرح تازه جرم زدایی در بریتانیا که به پلیس اختیارات بیشتری میده برای برخورد با تظاهرات و اجتماعات. مخالفان این طرح امروز در این اجتماع شرکت کردن میگن میتونه جلوی تظاهرات مسالمت‌آمیز در بریتانیا رو بگیره و به پلیس اختیارات نالازم بده. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.